جنگ اخیر بین حماس و اسرائیل یکی از تازه ترین نزاع در 7 دهه اخیر بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها است. رویدادی که توجه تمام قدرت های جهان را به خود جلب کرده است و خاورمیانه در آستانه بی‌ثباتی قرار گرفته است. و اگر جنگ بین اسرائیل و فلسطین همچنان ادامه پیدا کند، کدام کشور قدرت نظامی و پشتیبانی بیشتری دارد؟ اسرائیل یک کشور در غرب آسیا واقع در مدیترانه شرقی و ساحل شمالی دریای سرخ است که در شمال با لبنان، در شمال شرقی با سوریه، در شرق با اردن و به ترتیب در شرق و غرب با سرزمین های فلسطینی، کارانه باختری و نوار غزه و در جنوب شرقی با مصر هم مرز است که در بین کشورهای عربی زبان قرار گرفته و مرکز علمی و اقتصادی اسرائیل شهر تلاوه می باشد و مقر دولت و پایتخت آن اورشلیم است و در حال حاضر بر اساس آمار سال 2021 اسرائیل 9,364,000 نفر جمعیت دارد و از نظر قدرت نظامی اسرائیل در بین 20 کشور ابرقدرت جهان بعد از کشور ایران در رتبه 18 قرار گرفته و جز قدرتمندترین کشورها در عرصه نظامی محسوب می شود که دارنده پیشرفته ترین تسلیحات نظامی از نوع دفاعی و موشکی است که سالهای سال توسط کشورهای ابرقدرت مانند آمریکا حمایت مالی و نظامی شده که در حال حاضر اسرائیل نزدیک به 638,000 پرسنل نظامی دارد که از این تعداد 173,000 نفر آنها نیروی فعال نظامی و تعداد دیگر نیروهای ذخیره می باشد و همچنین نصف مردم اسرائیل بعد از سن 18 سالگی زن و مرد چندین دوره آموزش های نظامی را گذرانده است و بر اساس گزارش‌های موجود اسرائیل جزء کشورهای هسته‌ای دنیا محسوب می‌شود که دارنده بیش از چندین کلاهک هسته‌ای نیز می‌باشد. اما در طرف مقابل فلسطین یک کشور عربی زبان و مسلمان در غرب آسیا است که تقریباً 5,000,000 نفر جمعیت آن را تشکیل می‌دهد و بیشتر سرزمین‌هایشان توسط اسرائیل اشغال شده و مردم فلسطین مناطق مانند کارانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی که بخشی از شهر اورشلیم است را جزء خاک خود می‌داند و بیت المقدس را پایتخت خود اعلان کرده است. اما از نظر قدرت نظامی فلسطین جزء ضعیف‌ترین کشورها در جهان است که مردم آن سال‌های سال با پرتاب سنگ دست با اسرائیل جنگیده است و در رتبه بندی سایت های مانند گلوبال فایر پاور فلسطین هیچ رتبه نظامی ندارد. اما پس از پیدایش گروه های شبه نظامی مانند حماس که توسط منابع خارجی حمایت مالی و نظامی می شود توانسته تا حد زیادی در برابر اسرائیل استادگی کند. اما در صورتی که جنگ بین اسرائیل و حماس همچنان ادامه پیدا کند، بیشتر کشورهای مسلمان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین درگیر یک جنگ طولانی مدت با اسرائیل و کشورهای مانند آمریکا خواهد شد.